افزایش نرخ اینترنت و بسته‌های اینترنتی صدای خودی‌های نظام را هم درآورده. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی از اولین هایی بود که واکنش نشون داد. و در پیام رسان اکس هم با کنایه نوشته که افزایش 30% تعرفه اینترنت اونم فیلتر شده و اونم در سالروز 9 دی و در آستانه انتخاب رو به همه کسانی که انتخابات رو به همه کسانی که به دنبال افزایش نارضایتی و کاهش مشارکت مردمان تبریک میگم. صحبت‌های لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده قزوین در مجلس هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. آماده کردیم اون رو هم با هم ببینیم و بشنویم. اگر واقعاً اینترنت ارزان هست، شما بررسی کنید این اپراتورهایی که روز اول آمدن صاحب این زیرساخت شدن، ثروتشون چقدر بوده؟ امروز ثروتشون چقدره؟ از کجا این آوردن؟ این ثروت پس چرخیده دیگه، پس معلومه میصرفه. دقت کردی؟ میصرفه، اصلا شک نکنید. ما به حقوق مشتری توجه نداریم. همینجوری که میریم یه مغازه یک کیلو شکر میخریم، با ترازوش نگاه میکنیم یک کیلو میگیریم، باید در اینترنت هم اگه من 5 گیگ میگیرم باید ببینم 5 گیگ گرفتم، ببینم 5 گیگ چوره مصرف شده. اگر اینها نباشه، اینم ساده است، یه نرم افزار. چرا اپراتور این کار نمی کنه؟ مگه میخواد شق القمر بکنه؟ یه نرم افزار ساده رو موبایل میذاره، طرف دانلود میکنه، هر لحظه شما الان موبایل خودتون رو میخواید مثلا ببینید که ظرفیتش چقدر پر شده، چقدر کم شده، میری روی فایل سروره میزنی میارید اونجا، یه نرم افزار هست به شما میگه مثلا 2/3 فایل شما پر شده، بعد تخلیهش میکنیم. عین همین برای مصرف اینترنت وجود داره. چرا اپراتور این کار نمی کنه؟ برای اینکه سود بیشتری بکنن. این اسمش در اسلام میگن قشه در معامله، کم فروشی. خب این سالهایی که کم فروشی کردن چه کسی از یقه اینا رو بگیره؟ بنابراین من تا زمانی که به این سوالهای من جواب داده نشه، من با افزایش قیمت اینترنت مخالفم. شماری از کاربران هم به انحصاری کردن اینترنت پرداختند. حسین سلاح‌ورزی فعال اقتصادی معتقد مهم نیست که اینترنت گرون یا ارزون، مهم اینه که کالایی به تصمیم حکمران ماهیت شبه انحصاری پیدا کرده و همزمان رویه تعیین قیمتش هم کاملا غیر شفاف و بی‌نظم و بی‌برنامه است. احسان بوداغی روزنامه‌نگار هم با ارائه مدارکی نوشته بهانه افزایش قیمت اینترنت مشکلات اقتصادی اپراتورها بود، اما همراه اول همزمان فقط تو یه فقره 18 میلیون یورو به یک شرکتی به نام پرتوابی ابتکار نوین پرداخت کرده که اطلاعات اونم مخفی کرده. صاحب شرکت کیه؟ حسن فیروزآبادی، فرزند دبیر شورای عالی فضای مجازی. در پایان هم میگه مشکل اقتصادی هست، نه برای از ما بهتران. بحث دروغای مسئولین حکومتی هم اول با واکنش نماینده‌های مجلس روبرو شد. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس نوشته از 26 مهر که وزیر ارتباطات برنامه گرون شدن اینترنت رو تکذیب کرد، 3 ماه هم نمیگذره. حالا نه فقط اینترنت گرون شد، که حتی معلوم شد مشوق این گرونی هم خود وزیر ارتباطات بوده. میگه وعده‌های اینترنتی آقای رئیسی در انتخابات هم که جای خودش، و در پایان هم میگه دست سلب اعتماد عمومی که عاملش همین موارده. این میون کیفیت ارتباط وزیر ارتباطات در تماس در برنامه زنده صدا و سیما هم واکنش برانگیز شده. بخش کوتاهیش را آماده کردیم، اون رو با هم ببینیم. بله، البته صدای آقای زارپور کمی کیفیتش مطلوب نیست، نامطلوبه و ما عذرخواهی می‌کنیم از شما بینندگان. کامران فلاحتی از خودی‌های نظام با تاکید بر قطع ارتباط با وزیر در اونم برنامه زنده میگه جدا از اینکه چوب خدا صدا نداره، از دل همین اتفاق کوتاه میشه یه فیلم طنز بلند ساخت. وحید فرید هم با همین ویدیو در بخش دیگه ای نوشته و بخشی از نظرش میگه که این انتهای خدمات و کیفیتی که تأمین شده و بابتش پول زور از مردم میگیرن، تصویر شفافی از انحصار. شهناز رامارام فعال سیاسی اجتماعی هم نوشته شما فیلتر رو بردارید، سرعت اینترنت چند برابر و هزینه استفاده از اون هم با نخریدن فیلتر شکن 50% کم میشه. پیام در بخش بعدی خبر حتما نظرات بیشتری رو مرور میکنیم.